روزنامه‌نگاران افغان و جاده ناهموار آزادی بیان در افغانستان. مهمان امشب کنکاش مبارز راشدی، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. با ما باشید. خوش آمدید. واقعا افغانستان در چه وضعی از نظر آزادی بیان قرار دارد در حال حاضر؟ تشکر. ما اول سلام میکنم خدمت همه کسانی که تصویر ما رو میبینن و بحث ما رو میشنون. میخوایم امروز چون در بحث یک مقدار فرصتی وجود داره و شما هم مجری توانایی هستین در بحث ها، حداقل روند بحث را خوب مراد میکنین و صاحب بحث را به گفتار میارین، بحثی داشته باشم در رابطه با نفس آزادی بیان. آزادی بیان اول چیست؟ بفرمایید. تصور ما این است که آزادی بیان در افغانستان یک پدیده جا افتاده نیست برای حتی روشن فکران ما و حتی برای تحصیل کردگان ما هم. وقتی از آزادی حرف میزنن، آدم به این نتیجه میرسه که تلقی و تصورشان از آزادی بسیار عقب مانده هست و آزادی در یک قله قرار داره. تحلیل ها، تصور ها و تصدیق ها در دامنه قله قرار داره. آزادی بیان، بعضی ها فکر میکنن که یک تحفه است که ما به دیگران میتونیم بدیم، در حالی که آزادی بیان یک حق است و اگر ما آزادی را به صاحبان آزادی، به کسایی که استفاده میکنن ندیم، او را از یک حق بشریش محروم کردیم. بعضی ها آزادی را قید زیاد میزنه. آزادی بیان را در صورتی میپذیره که هر چیزی که باب طبع جامعه باشه گفته شود، یا حتی شاید میگن که آزادی خودشان باب طبع خودشان باشه گفته شود، یا آزادی آن است که حق گفته شود، آزادی آن است که به کسی هیچ گونه برخوردی نداشته باشه، کسی آزاری نبینه، در حالی که به این شکل نیست. آزادی بیان که یکی از مؤلفه های آزادی های بشری هست و به نظر ما از اساسی ترین آزادی بشریت و انسان آزادی بیان است، برای که شما اگر در تعریف انسان هم دقت کنین، انسان را تعریف میکنن به ای که حیوان ناطق است. در تعریف انسان جنجالی وجود داره که آیا نطق به معنای همی که ما کلامی از ما صادر میشه و ما میتونیم گپ بزنیم آیا میست یا نه. نطق هم به معنای کلام و هم به معنای تفکر و اندیشه. فکر میکنم که درستش ای باشه که انسان که حیوان ناطق است، یعنی هم میتونه تکلم بکنه و هم میتونه بیاندیشه. فرق اساسی ما یا فصل ما با حیوانات دیگر در نطق ماست و نطق یعنی همه چیز انسان است. شما اگر نطق را از انسان بگیرین، انسان در کاتگوری حیوانات باقی میمانه، چیزی برای اضافی برای گفتن از حیوانات پیدا نمیکنه. لذا اگر ما آزادی بیان را برای انسان در نظر بگیریم، آزادی بیان یعنی هستی انسان، و در این هستی انسان به این معنا نیست که انسان ها آزاد است که حق را بگویند. انسان ها آزاد است هر چی میخواهند بگویند، ولی اگر زمانی انسان خطا کرد، کما این که در رفتار هم انسان ها خطا میکنه، یک امر بسیار طبیعی است. مثلا ما اگر آزادی بیان را قید کردیم به این که انسان ها هر آنچه که حق است باید بگویه، این داوری پیش از وقت است. شما تا اجازه نتین گفته شوه، تا اجازه نتین او استدلال بکنه، تا سره از ناسره شناخته نمیشه، اصلا شناخته نمیشه. لذا آزادی بیان دامنه و گستره بسیار وسیعی داره. قید زدن ها با آزادی بیان نشأت گرفته از تاریخ ماست که آزادی بیان هیچ زمان متاسفانه به شکل اساسی در بین مسلمان ها تثبیت نشد و شکل نگرفت. لذا اگر به آزادی احترام میشه، توأم با یک حراس، با یک ناآرامی است. لذا این حراس و ناآرامی سبب میشه که همیشه با آزادی قید بزنن، به حدی قید بزنن که مفهوم میشه و ناآزادی. حال وضعیت افغانستان از نظر آزادی بیان با این فرمایشاتی که شما داشتین چه؟ در کدام وضعی ما قرار داریم واقعا؟ اگر ما افغانستان را با
گذشتهش مقایسه بکنیم، فضایی پیدا شده که حداقل انسان‌ها میتونن مظالم خود را به راحتی مطرح بکنن. اگرچند در این حدش هم ما به انتها نرسیدیم، هنوز هم انسان‌هایی هست که مورد ظلم‌های شدیدی قرار گرفتن و حقوق بسیار کلانی از اینا شبانه روز در جامعه ما تلف میشه، حق اظهار نظر کردن را نداره. متاسفانه ما در جامعه افغانستان باید بسیار دقیق استدلال کنیم، قضاوت کنیم، برای اینکه فاصله بین شهرهای ما، بین پایتخت و بین ولایات و ولسوالی‌های ما هم بسیار زیاد متفاوت است. لذا ما فضای عمومی افغانستان در مورد آزادی بیان اگر برای شما تمثیل بکنم، او ای هست که ما از آزادی بیان در افغانستان حد اقل استفاده را میکنیم، با توجه به اینکه شرایط امروز ما با 10 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. حتی شرایط امروز ما با همه زمانهای تاریخی که آزادی بیان یک مقداری در افغانستان مطرح شده و مدعیانی پیدا کرده هم قابل قیاس نیست. شما آره، مشکل در کی است که ما 1% از این 100% آزادی بیان را استفاده میکنیم؟ آقای راشدی، مشکل اساسی عمیق‌تر از آن چیزی است که تا هنوز من فکر میکنم در باب آزادی بیان گفته شده. ما چند مشکل داریم. یک مشکل در تصور آزادی داریم، مشکل دیگر در تصدیق آزادی داریم، مشکل دیگر در ایست که اگر ما وقتی آزادی را در قانون مندازیم، در عمل کردن به آزادی داریم، که بخش مهمی از تمثیل آزادی در ایست که ما باید قوانین را عملی بسازیم. در جامعه مثل افغانستان که یک جامعه شدیداً فقیر هست، آزادی بیان دچار مشکلات فراوان میشه. شما امروز اگر در افغانستان میبینین آزادی وجود داره، آزادی به این معناست که اگر یک انسانی مورد ظلم قرار میگیره، میتونه به یک رسانه بیاید فقط اظهار ظلم بکنه و رسانه این فضا را پیدا کرده به عنوان اظهار نظر او انسان ای را نشر بکنه. اگرچند امی هم بسیار گسترده و طبق رضایت ما نیست. یعنی ما کسی که مسئول آزادی بیان در افغانستان هستم، از وضعیت آزادی بیان در افغانستان راضی نیستم. ولی اگر من مقایسه بکنم با 10 سال پیش، ما دستاوردهای کلانی داشتیم. مانع اصلی کی است بر سر راه آزادی بیان؟ مانع اصلی مانع زیاد است. ما باید مانع را بشماریم. یکی از موانع بر سر آزادی بیان وجود توتم‌ها و تابوهایی است که بیشتر در جامعه اسلامی وجود داشته. البته این مشکل فقط در افغانستان ما نیست. کشورهای اسلامی همیشه با آزادی بیان برخورد نامساعد داشته و همیشه با آزادی بیان به ترس و وحشت برخورد شده و اینا فکر کردن که وجود آزادی یعنی ویرانی ارزش‌ها و ویرانی تابوها و توتم‌هایی که در او جامعه به نام ارزش‌ها شکل گرفته. یا به عبارتی آزادی ندادن تا حقیقت ویران نشود، در حالی که قصه کاملا برعکس است. شما اگر آزادی ندین حقیقت شکل نمیگیره. اگر حقیقت شکل گرفته ای داشته باشین، آزادی نباشه، او حقیقت به شبه حقیقت تبدیل میشه و یک حالت تحمیل و یک حالت بی تحلیلی نسبت به او به وجود میآید و او حقیقت بودن خود را از دست میده. مثلا ما در اگر بخوایم از آزادی استفاده بکنیم به عنوان فصلی که من پیشتر عرض کردم، به عنوان فصلی که انسان را از حیوان تفکیک میکنه، آزادی بیان و نطق انسان، باید تمام مشکلات، موانع و ابتلاعاتی که ما در طول تاریخ داشتیم و امروز داریم، وضعیت بدی که از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی امروز افغانستان دچارش است، امروز جامعه اسلامی دچارش است، اینا به خاطر از این است که ما ارزش‌های واقعی ما بر اساس یک رقابت در یک تعامل و در یک جدال آزاد و تحمل پذیر به وجود نامده. مثلا ما امروز نسبت به آموزه های دینی خود هیچ گونه آزادی را قائل نیستیم و یک چیزی آره، مشکل در کجا است؟ آیا دین اجازه نمیده و یا این برداشت است که وجود داره؟ به هیچ عنوان. من در یک جلسه بود از من پرسیده شد، گفت قانون آزادی بیانی که در افغانستان هست که شما مجریش هستین، از این قانون راضی هستین؟ ما گفتم نسبت به شرایطی که در افغانستان هست قانون بدی نیست، ولی مشکلات داره. گفت اگر شما خود شما قانون بسازین برای آزادی بیان، چی شکل و چی نوع قانون خود ساختین؟ ما گفتم اگر من برای آزادی بیان در افغانستان قانون بسازم، قانون آزادی بیانی که امروز در اروپا عملی میشه، او قانون در برابر این قانون زانو خود بزنه و بگویه که پس این قانون قانون آزادی بیان نیست. اینه که میگم هوایی نمیگم، به استدلال و به تحقیق نمیگم. باور من ای هست که اسلام دین آزادی است.
و اگر شما آزادی را بگیرین هر چیزی دیگر را به انسان به جایش بتین یا به نام ای که به جای آزادی به شما میتین بتین هیچ چیز او را پر کردن نمیتونه. انسان در صورت انسان است که آزاد گذاشته شود، حق در صورت به دست میآید که آزاد گذاشته شود، انسان ها در برابر از او استدلال کنند، جرح و تعدیل شود و سره از ناسره به قول شما جدا شود. ما امروز مثلا در باب کلام بسیار بحث های زیادی داریم که از نظر کلامی اگر آزادی را بپذیریم و پیش از آن که یک انسان اظهار نظر بکنه او را بلا فاصله متهم به ارتداد و کفر نکنیم و متهم به شکستن ارزش ها نکنیم، بسیاری از مباحث کلامی در قرنی که ما درش زندگی میکنیم باید متفاوت شده باشه. در طول تاریخ شما ببینین در قرن هشتم یک مقدار فضا برای بحث و تحقیق داده شد، بسیاری از مسائل کلامی در قرن هشتم شکل گرفت. بعد از او به بهانه های مختلف آزادی سلب شده، قید شده و اصلا بحث جدیدی در دوران ما در آموزه های دینی متاسفانه به شکلی که بتونه نیازمندی های ما را رفع بکنه وجود نداره. شما اگر در باب یک لحظه اگر لطف کنین، شما مثلا در باب اعتقادیات مباحث بسیار فراوانی دارین، در باب کل آموزه های دینی مثلا شما در باب عرفان اگر کسی در جامعه اسلامی از عرفان گپ میزنه و کسی که معتقد بیشتر به شریعت است بلا فاصله پیش از آن که استدلال از رو گوش بکنه متهم به کفرش می و اگر در باب شریعت گپ زده میشه یک چارچوب و یک چینل مشخصی داره که به باور ما حتی میشه که در باب شریعت و فقه هم بر روش های استدلال فقه مناقشه صورت بگیره، یعنی شما ابزاری دارین برای به دست آوردن معلومات فقهی یا به عبارتی شما یک مکانیزمی دارین که فروعات را از اصول باید استخراج بکنین یا فقه را و شریعت را با او استدلال بکنین و او را استخراج بکنین. هم میشه که در خود مکانیزم تجدید نظر شود، هم میشه که در بسیاری از مباحث فقهی تجدید نظر شود. این تجدید نظر در صورتی با وجود میاد که باب گفتگو باز باشه، به تعصب مسائل تحلیل شود و پیش از آنی که ما استدلال را گوش بکنیم طرف را متهم به کفر، متهم به شکستن ارزش ها نکنیم. مثلا شما یکی از مباحثی که در باب فقه است بحث موسیقی است. بحث موسیقی اصلا بحث منقحی نیست، مثل ماجرای خط دیورند ماست، همیشه مجمل مبهم باقی مانده. یک زمانی یک کسی پیدا شده که اظهار نظری کرده، هیچ کس گپ جدید نگفته و گپ نهایی نگفته. لذا شما اگر در مصادیق موسیقی وارد میشین، مردم به عنوان مکلفین نمیفهمه واقعا موسیقی حلال کدام است، موسیقی حرام کدام است. الهی یکی او را حلال میگه، یکی را حرام میگه، او را بسته میکنه به بعضی از شرایط دیگه ای که بلی. شما اگر یعنی منظور ما ای هست که اگر ما از آزادی بیان به مقیاس بلندش که آزادی بتونه زندگی های ما را تغییر بده، وقتی به عنوان یک حق است، به عنوان یک کلید حل معماهای بشری و حل مشکلات است، یعنی در واقع کلیدی است که شما حقیقت را با او پیدا کرده میتونین. اگر به دست شما نباشه حقیقت در یک خانه قلف میمانه، شما پشت در میمانین. حالا مسئله ای که از نام دین قسمی که شما میگین که سوی استفاده شده و اجازه داده نمیشه که تا چیزی گفته شوه، این یکی از موانی. و موانی دیگه در افغانستان چی است برای که نمیگذارن که آزاد سخن گفته شود و گوش شنوایی برای آزادی وجود دارد؟ ببینید، روح استبداد زدگی در بعضی از جوامع اصلا در فرهنگ رسوخ میکنه و استبداد جزو لوازم زندگی بعضی انسان ها و بعضی از ملت ها میشه. ما باور ما ای است که ما ملت استبداد زده هستیم. آره، با یک تعبیر دیگه میشه گفت که این سیاست مداران ما چندان معتقد با آزادی بیان خود نیستند. ببینین، در بحث آزادی بیان سیاستمداران یک بخشی از کار میتونن شکل بدن، یا به عبارت سیاستمداران میتونن فضای آزادی بیان را به رسمیت بشناسه، در قانون بگنجانه و عملی بکنه، ولی استفاده بهینه از آزادی بیان تنها به دست سیاستمداران نیست. یعنی جامعه، فرهنگ جامعه، مکانیزم عمومی جامعه و تمام افرادی که در جامعه به عنوان عالم، صاحب نظر، محقق، مراکز علمی، تحقیقی، نهادهایی که
تولید فکر و اندیشه باید بکنن، اینا باید این قانون نوشته شده و این فضای به وجود آمده را مثل خمیری که او را باید بسیار شما به یک حالتی در بیارین که او به قوام برسه، این باید به قوام برسانه. در جامعه دینی به طور گسترده و به طور مطلقش، در جامعه افغانستان ما به خصوص که مورد بحث ماست، در طول تاریخ با آزادی بیان بسیار بی‌رحمانه برخورد شده. در یک کلام برای شما میتونم بگویم که با آزادی بدید دشمنی رفتار شده و فکر کردن که اگر آزادی باشه ارزش ها و ایران میشه، در حالی که این کاملا برعکس است. و شما اگر در باب آموزه های دینی آزادی ندارین، به خاطر این هست که آموزه های دینی از یک قداست و از یک تابو بودنی برخوردار هست. شما اگر به او نزدیک میشین، کسایی که قبلا او را به عنوان یک فکر قبول کرده، او احساس میکنه که شما به هستی از او نزدیک شدین و با او مبادا که تعدی بکنین و او را از بین ببرین. لذا یک جدالی یا یک در واقع یک ستیزه و گریزی. ما بعضی اوقات میگم که ما نسبت به همه مباحث یا نسبت به رسیدن به حقیقت دو عادت داریم، ستیز و گریز. اول نمیپذیریم، اگر یک زمانی که اگر خواستیم، یعنی قدرت مقابله را نداشتیم، بعد از او گریزی برای ما پیش میاید. نه ستیز درست است و نه گریز درست است. لذا برای رسیدن به حقیقت، برای تمثیل آزادی بیان، برای نهادینه کردن آزادی بیان، که آزادی بیان بتانه در مؤلفه های کلان، در سیاست. امروز ما در سیاست تابوهای بزرگی داریم که نزدیک شدن به او تابوها اجازه نیست. تا زمانی که شما در جامعه فضا پیدا نکنین که او تابو را نقد کنین، بس ما این است که حتما باید تابو نقد شود و فرو بریزه. بس ایست که باید قدرت استدلال در برابر تابو پیدا شود. و کسایی که از او تابو حمایت میکنه باید با استدلال و منطق او تابو را نگهدار باشه. دیوار خیالی نباید برای ما باشه. قله تصوری نباید برای ما باشه. لذا ما در باب اعتقادیات دینی، آموزه های دینی به امی بلا دچار استیم. در باب فقه و شریعت به این بلا دچار استیم. در باب سیاست و روابط بین الملل به این دچار استیم. در باب مسائل پیش پا افتاده، مسائل عنعنوی به این بلا دچار استیم. ببینین تمام سرنخ ها به این برمیگرده که انسان ها در یک فضای به نام معرفت دینی سیر میکنه که فضا فوق العاده کلان و گسترده است. اگر ما تحمل، صبر و شکیبایی نداشته باشیم، آمادگی علمی و درونمایه فکری نداشته باشیم، که امروز جامعه ما متاسفانه عاری از یک درونمایه علمی است. امروز انسان‌هایی که در جامعه ما اظهار نظر و اظهار عقیده میکنه، انسان افسوس میخوره که چرا همین مطلب حیف شد، به این شکل گفته شد و به این شکل پرداخته شد. در فضایی که به عنوان سرمایه اساسی ملت‌های اسلامی است، که عبارت از آموزه های دینی است، ما به عنوان کسی که شدیداً در صدد احیای آموزه نوین و اساسی دین هستم، بسیار زیاد واقعا رنج میبرم از اینکه چرا یک سرمایه عظیم ما داریم ولی فوق العاده سرگردان هستیم. ببینید علت چیست. مثلا شما وقتی که بسیار سرمایه بزرگی دارین یا انتخاب‌های فوق‌العاده دارین، از مصرف کردنش همیشه دچار تردید میشین. مثلا در باب رو آوردن به دنیا، در باب اعتبار به دنیا و پشت کردن به دنیا، مثلا حافظ یک شاعری است که لسان الغیب است و قرآن را به هفت روایت میخواند و از حفظ میخواند و اشعار حافظ اگر با کلمات و ادبیات عاشقانه آمیخته است، او معارف بسیار بزرگی را برای انسان تحویل میده. در باب انقلاب، در باب نهضت ها، در باب آزادی، در باب پرستش، در باب اعتقاد، در باب رفتن به ارزش ها، اینا با کلمات عاشقانه گفته شده. مثلا حافظ میگه دنیا نعمت خداست و انسان برای ای که به کمال خود برسه، از این دنیا به عنوان نعمت ها باید استفاده بکنه. و از نعمت های دنیا اگر استفاده نکنیم، در واقع فلسفه اصلی دنیا و نعمت ها رو ما خراب ساختیم. استدلال میکنه با یک آیه قرآن. شما ببینین در این مفهوم به آیه قرآن استدلال میکنه. امام محمد غزالی ادبار به دنیا را تبلیغ میکرد، میگفت شما هر چی که از دنیا استفاده کنین، هر چی خوب بخورین، خوب بیاشامین و در تفرج و در تنعم به سر ببرین،
به همون اندازه از سرمایه آخرت خود خرج کردین و اونجا فقیر میشین. او هم به آیه قرآن استدلال میکرد. ببینید در این برداشت هایی است که از دین برداشت میشه. برداشت هایی است که هر دوش بله. مستدل در متن دین وجود داره. لذا ببینید ما باور ما ای است اگر امروز قرائتی از متن دین به نام افرادگرایی میبرایه یا تروریسم از بین اعتقادات دینی ما میتونه تغذیه بکنه، ای به خاطر ای هست که ما به آزادی اعتراض نکردیم، باب استدلال و گفتگو را باز نگذاشتیم، هر کس به راحتی نتونسته هر چیز را نقد بکنه. لذا انسان هایی که استبداد داشتن، یا استبداد مذهبی داشتن یا استبداد سیاسی داشتن، یک راه را باز کردن به دل بخواه خود و همه انسان ها را مجبور کردن که باید از این راه برن. حالا اگر برگردیم به کارگرهای وزارت فرهنگ، شما معاون نشراتی وزارت فرهنگ هستین، روز سوم می به عنوان روز آزادی بیان شناخته شده، تجلیل از این روز امسال در 8 مای می شده، چرا؟ این به خاطر زیقی پروگرام های ما بود، چون یک آیا میشه توجیه بکنه این که زیقی پروگرام ها یک چون این روزه که با این بله یکی پروگرام های ما زیق بود و یکی ما در برگزاری این محفل شریکایی داشتیم که عبارت از یونما، یونسکو و یعنی چرا خود وزارت فرهنگ دست به کار نشه؟ حالا منتظر باشه که یونسکو بیا کاری بکنه، یونما کاری بکنه، دفاتر سازمان ملل. خوب است ما امسال این پروگرام را خواستیم برگزار بکنیم که هم شرکای حکومت افغانستان در باب تقویت آزادی بیان و هم همه نهادهای فعال ژورنالیستی و همه رسانه‌های افغانستان در زیر یک سقف آزادی بیان را تجلیل بکنیم، روز جهانی مطبوعات را، و همگی بتوانند گپای خود را و پیام‌های خود را بگویند. این اتفاقا یک نقطه قوت بود که نقطه ضعف نبود، ولی به خاطر مسائل امنیتی و مشکلاتی که دوستای ما داشتن این پروگرام از سه شنبه به یک شنبه رفت. فکر میکنم مشکلی نداره، مشکل در ایست که آیا ایران نمیشه تعبیر کرد که کم کم داره نظام بی باور میشه با آزادی بیان؟ به هیچ عنوان به این شکل نیست. ما اگرچند همیشه گفتیم تلقی های افراد از آزادی بیان هم در درون حکومت متفاوت است، هم بیرون از حکومت. و بعضی اوقات آزادی بیان در افغانستان که به عنوان یک مولود بسیار ظریف و نازدانه و یک مولود بسیار فاخر و گرانبهاست به نظر من، ای در اثر قرائت های شخصی و سلیقه‌ای مورد تهدید قرار می گیره. و ما باور ما ای هست که در درون حکومت، در بین نخبگان و بین کسانی که حتی مدعی دفاع از آزادی بیان هست، کارهایی سر میزنه که او آزادی بیان را مزاحمت میکنه. مثلا ببینین ما در جامعه زندگی میکنیم که فرار از قانون بسیار مشهود است. در جامعه زندگی میکنیم که مشکلات بسیار عمیقی وجود داره که زندگی، شرافت، حیثیت تاریخی و زندگی حال حاضر افغانها را تهدید میکنه. ای برای بسیاری از کسها حتی قرائت شده نیست، مسجل و مسجم نیست در ذهنش. ولی اگر شما میبینین یک رسانه در 24 ساعت پروگرام خود دو تا خطا میکنه، همگی افراد جامعه فکر میکنن در جامعه زندگی میکنه که مشکلات دیگه وجود نداره، تنها مشکل هم ایست که فلانی رسانه خطایی کرده یا نسبت به بعضی ارزش ها بی احترامی شده. ما باور ما این هست که آزادی مزاحم های فراوانی داره. اگر شما رسانه ها را تقویت کنین، اگر همیشه تشویق کنین، اگر از او پشتبانی صورت بگیره، اگر نق زدن های غیر قانونی و غیر مسئولانه، در بعض موارد مسئولانه و غیر کارشناسانه در باب آزادی بیان بند نشود، آزادی بیان آسیب میبینه. شما به عنوان یک مجری رسانه، من برای شما مثال میزنم، شما به عنوان یک مجری که هر روز مباحث مختلف را با میمانا تعقیب میکنی، اگر برای شما وقتی که میایین بسیار دکته شوه، گفته شوه، برای شما هشدار داده شوه خطا نکنی، از چارچوب نبرایی، از قانون نبرایی، شما امی ظرفیت و امی استعدادی که دارین برای پیشبرد یک بحث منطقی و آزاد، او تراوت را از دست میتین، یا در ناخودآگاه ذهن شما و پتانسیل شما پایین میآید. آزادی بیان
اونمو حالت شما را داره در مجموع افغانستان. حالا این سوال مطرح میشه که در نظام افغانستان کجا است که این موانع را ایجاد میکنه؟ ما باور ما این است که رسانه های ما اشتباهات خود را داره. ولی اگر شما کارهای نیکشان را در برابر اشتباهاتشان مقایسه بکنید اصلا قابل قیاس نیست. مثلا نمونهش امی تلویزیون طلوست. کارهایی که تلویزیون طلو برای منافع عامه انجام میده، برای گردش و چرخش معلومات اطلاعات، برای آوردن بحث و گفتگو و دیالوگ در فضای امروزین افغانستان، این در برابر خطاهایی که شما دارین و قطعا دارین اصلا مقایسه نمیشه. لذا ما هم رسانه ها را تاکید میکنیم که باید اشتباهات خود را کم بسازن. مخصوصا ببینید آزادی بیان در برابر کسایی قرار میگیره یا کسایی در برابر آزادی بیان ناخودآگاه استاد میشه که فکر میکنه آزادی مخالف ارزش هایشان است. اگرچه اینجا بسیار باب گفتگو است، یعنی ارزش ها چیست، کدام است، چی نو گفتن مخالف ارزش هاست. مثلا اگر به من اجازه بدین من یک مثال برای شما بزنم. ما در قانون رسانه ها 8 مورد داریم که ای شما میتونین نشرات بکنین جز ای 8 مورد. توهین نکنین، افترا نباشه، بهتان نباشه، کلیپ انسانهایی که راضی نیستن و صدمه میبینن و نشر او کلیپ یا او تصاویر به حیثیت اجتماعیشان صدمه وارد میکنه نباشه. بر علیه دین اسلام و ادیان دیگه تبلیغ صورت نگیره. یکی از موادی هست که در قانون است. مثلا من مثال بر شما میگم، یک کسی هست میخواید در یک رسانه بشینه بر علیه یک موضوعی که در بین جامعه ما از نظر دینی بسیار پذیرفته شده است یک استدلال نو داره، میخواهی را خدشه کنه، میخواهی استدلال بکنه. آیا این استدلال کردن در جامعه ما در فضای امروز ما استدلال است یا این تبلیغ بر علیه دین است؟ دین شکل گرفته. شما با عنوان معاون وزارت فرهنگ چه تعبیری از امون بخش ماده دارید؟ ما باور ما این است که چون فضای جامعه ما یک فضای لرزان و توأم با ترس است، چون هنوز در جامعه ما تولید فکر و اندیشه اصلا شکل نگرفته و اگر ما امروز فکر و اندیشه در جامعه افغانستان گهگداری به چشم ما میآید یا به دست ما میرسه، تولیداتی است که در جامعه ما نبوده متاسفانه. ما باور ما این است که اگر از آزادی بیان به مقیاسی که ما او را میخوایم در این جامعه باید شکل بگیره، نه استفاده از آزادی بیان به شکل حدی اقلیش که امروز ما شاهدش هستیم و بعضی ها تامیر هم تعمل کرده نمیتونه. بعضی ها میگه چرا در رسانه فلان کس رفته گفته که فلان ظلمی حقوق بشری در افغانستان صورت گرفته، فلان کس مثلا حقی از فلان منطقه را. ببینید انوز اینا انوز به عنوان کسایی که چرخه استبداد را همیشه به گردش در آورده، اینا انتظارشان ایست که بله. ما حق داریم ظلم بکنیم. حالا آقای راشدی، امین 8 مورد شما گفتین که در قانون مشکل دارن، شما بر رفع این مشکلات در قانون رسانه‌های افغانستان چی کردین؟ وزارت فرهنگ در مجموع چه کرده برای اینکه رفع بکنه این نواقص؟ جامعه ما یک استعداد خاصی داره. شما در قانون گذاری باید استعداد جامعه را در نظر بگیرید. قانون رسانه‌های ما یکی از قوانین مدرن هست و تعدیلاتی هم که در قانون به وجود آمده این قانون را مدرن تر میکنه. حتی ما در کدام بخشایش تعدیلات آمده؟ مثلا بیشتر در شکل اجرای قوانین هست، عملی شدن بهتر قانون رسانه هاست. مثلا وظایفی که شورای عالی رسانه ها داره، مکانیزم عملی کردن او وظایف در اونجا سهولت هایی برایشان داده شده، یا اختیارات بیشتری از وزارت اطلاعات فرهنگ گرفته شده، از بخش اطلاعات وزارت اطلاعات فرهنگ گرفته شده، سپرده شده به شورای عالی رسانه ها، به شورای کمیسیون رسانه های همگانی. اینا در واقع یک اصلاحاتی است. ما حراس ما ای است که اگر ما ظرفیت همچه قانون مدرن را در ای ابواب نداشته باشیم، یک بی پروگرامی و سردرگمی و در واقع امی وضعیتی که امروز داریم هم از دست ما نرود. ولی آنچه که بسیار مهم است ایست که در قانونی که ما تعدیلاتی که آوردیم که این تعدیلات را یک کمیسیون کار کرده، او کمیسیون مرکب از جامعه مدنی، از فعالین عرصه ژورنالیستی، مثلا رئیس
اتحادیه ملی ژورنالیست‌ها یک از کسایی بود که در این ترکیب در تعدیل قانون کار میکرد. اینا وقتی که قانون را تعدیل کردن در موارد ممنوع هشتگانه هیچ گونه تعدیلی ناوردن. ما در آخر برشان گفتم آنچه که لازم بود تعدیل می آوردین، تعدیل ناوردین، در جاهایی که تعدیل آوردین تأثیرات بسیار کمی داره. حالا چرا در این بخش توجه نکردن؟ مشکل در کجا بودن؟ مشکل در ایست که ما باید ظرفیت جامعه خود را در نظر بگیریم، استعداد جامعه خود را در نظر بگیریم. واقعا جامعه افغانستان در چه ظرفیتی است؟ آیا با همین قانون باید اکتفا کرد؟ با همین مشکلاتی که شما میگین وجود دارن؟ اگر بتونیم همین قانون را خوب عملی بکنیم، وضعیت ما از حال حاضر هم بسیار متفاوت میشه. ولی من در بحث‌های پیشتری که مطرح کردم علاقه داشتم که یک تصور یا در واقع یک فضای از آزادی بیان را تمثیل بکنیم که آیا ما دل ما الهی خوش نباشه، فکر نکنیم که آزادی بیانی که ما به دنبالش روان هستیم و اینقدر هرس و جوش میزنیم که باید یه آزادی رو داشته باشیم، فکر نکنیم که آزادی اینمه قدر ثمری داره که امروز در دست ماست، یا اگر ما آزادی بیان را بخوایم فربهتر و بهترش بکنیم این میشه که امین انتقادات، جنجال ها و دشنام هایی که در رسانه هاست امینا بهتر و آسانتر و روانتر صورت میگره. نه، بحث ما این بود که این بیشتر مخاطب ما بحث تحصیل کرده و کسایی بود که در واقع یک نگاه عمیق و کارگشایانه به مباحث فرنگی در افغانستان داره. ما باور ما است که در افغانستان متاسفانه ما بسیار دچار تسامح و سلنگاری هستیم. غیر عالمان به جای عالمان بسیار گپ میزنند. فرهنگ پذیرفتن ضعیفان فکری و اندیشه‌ای در رفتار و سلوک ما نهادینه شده. همه کسانی که در افغانستان کار میکنه کوشش میکنه که یارایش انسانای ضعیف باشه. ولی مشکل میکنه. از بالا میآید و یا در متن جامعه وجود داره. این فرهنگی است که ما باید از این عبور بکنیم و این به آسانی هم نیست. شما ولی این از بالا میآید در نظام و یا در متن اجتماعی افغانستان وجود داره. این در متن جامعه وجود داره. منتها بس ای از کسایی که در بالاست به قول شما یا کسایی که در قدرت قرار میگیرن، اینا ناخودآگاه رذایل اخلاقیشان بیشتر بروز میکنه. ما بس ما ای است که ما باید به جامعه افغانستان دلسوزانه تر، متحدانه تر عمل بکنیم. از مسائل سلیقه‌ای و از لذت‌های شخصی پرهیز بکنیم. این جامعه نیاز به اصلاحات داره و اصلاحات را انسان بی‌سواد و انسان ناتوان انجام داده نمیتونه. انسان‌هایی که سند تحصیل دارن ولی فاقد یک شعور و اندیشه و تعقل است، اینا هم یک آسیب کلانی در جامعه ماست. بحث ما این است که اگر ما با این مباحث می‌خوایم درد از این مردم دردمند را دوا بکنیم، نباید دچار سلنگاری و تسامح باشیم. بذار. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید. باز هم خوش آمدید. آقای راشیدی، قرار است وزارت حج و اوقاف یک اداره را تشکیل به تبع نام امر بالمعروف و نهی از منکر تا کارکرد رسانه ها را و خصوص رسانه های تصویری را نظارت بکنند. چقدر مبنای قانونی دارد چنین اداره و واقعا پشت ماجرا چی هست؟ چی میخواین با این ساختن این اداره؟ اینایی که نگرانی خود ابراز میکنه نسبت به کار رسانه ها، اینو از روی دلسوزی ابراز میکنن. یعنی هدفشان خفه کردن آزادی بیان نیست، ولی نتیجه کارشان خفه کردن. از کجا معلوم که این اداره کارکردش چی خواهد بود؟ در کجای قانون؟ این یک مقدمه بود، ولی این که یک اداره به وجود بیاید به نام امر بالمعروف که او رسانه ها را نظارت بکنه، این هم لازم نیست و هم خلاف قانون هست. و پس چرا وزارت حج و اوقاف میخواد چنین اداره‌ای کردم؟ من هم تعجب کردم. برای اینکه ببینید وزارت حج و اوقاف بسیار رسالت کلانی داره. وزارت حج و اوقاف باید از آزادی بیان بسیار به حد کلانش حمایت بکنه. یکی از وظایف وزارت حج و اوقاف ایست که آموزه های افرادگرایی را از متن دین باید برای جامعه تفکیک بکنه، بگویه و بر علیه تروریسم که امروز حیاتی ملت را نابود میکنه، وزارت حج و اوقاف باید فعال عمل بکنه.
ای که دغدغه خاطر نسبت به رسانه ها داره، ای را مطمئن باشه که وزارت اطلاعات فرهنگ و قانون رسانه ها و کمیسیونی که در این مورد در قانون در نظر گرفته شده نگرانی هایشان را عمل میکنه، در صورتی که رسانه ها تخطی بکنن، تخطی رسانه ها در مجرای قانونی رسیدگی میشه، رسانه ها تخطی میکنه. حالا اگر یک چنین اداره تشکیل شوه، موقف وزارت فرهنگ چی خواهد بود؟ ما مخالف هستیم و این ما فکر میکنم شاید در یک فضای ناآگاهی از قانون به وجود آمده باشه و این نه عملی میشه و نه دیگه پیگیری شده، ما پیگیریش نشده. بله، حال نگرانی های وجود داره که دست های در کار است تا آزادی بیان را خفه بکنه. این را آیا میشه تلقی کرد که این یکی از اون موارد خواهد بود که ما میریم به طرف محدود کردن آزادی بیان در افغانستان؟ هرچی دست های وجود داشته باشه برای خفه کردن آزادی بیان، ما بر مفاد قانون و بر مفاد تعهد شخصی که داریم و باور ما ای هست، روند و نظام و سیستمی که ما درش کار میکنیم، احترام به آزادی بیان، نه تنها احترام به آزادی بیان، تثبیت و نهادی نکردن آزادی بیان وظیفه ماست. احترام به آزادی بیان و عمل کردن به آزادی بیان هم کافی نیست، تثبیت کردن و فرهنگ شدن آزادی بیان یکی از وظایف ماست. حالا تنها وزارت فرهنگ چون این حرفی را خواهد زد، ولی اگر سایر نهادها چنین نکنند باز چی؟ انشاءالله به این شکل نمی باشه و متولی دفاع از آزادی بیان وزارت اطلاعات فرهنگ هست در ترکیب حکومت افغانستان و حکومت افغانستان کماکان بر دفاع از آزادی بیان استاده است، بر از اینکه بالاترین دستاورد نظام هست و یک نظامی که نفیسترین دستاورد خود را از دست بته به هیچ عنوان به این گپ راضی نخواهد شد. حتی انتقادهای متوجه وزارت فرهنگ افغانستان هست. گفته میشه از مجلس نمایندگان و مجلس سنا افرادی خواسته شدند و تصاویری در برابرشان پخش شده تا ببینند که این هم خطای رسانه ها. چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ خود دشنه برداشته بر ضد آزادی بیان رسانه ها؟ البته این دشنه برداشتن نیست، ولی باور شخصی ما ایست که باید از رسانه ها حمایت شوه به اعتراضات. حال این حرکت را چی میشه گفت؟ این حمایت از آزادی بیان میشه گفت یا بر ضد آزادی بیان حرکتیم؟ شاید در عمل یک مقدار اعتراض شوه به این کار بکنیم، ولی بحث ما این هست که ما رسانه ها را هم متوجه بسازیم که تخطی نکنن یا تخطی ها کم شوه. اگر کسانی یا پارلمان یا شورای علما یا نهادهای دیگر وزارت حج تصورشان ایست که رسانه هیچ خطا نکنه، این تصورشان تصور نادرست است. حتما رسانه ها خطا میکنن در بعضی از موارد، ولی حالا اگر بزرگ نمایش و از سوی وزارت فرهنگ ای من نمیپذیرم، من نمیپذیرم. پس چرا یک چنین کاری در وزارت فرهنگ شدن؟ خب این دنیایی است که بعضی وقت کارهایی میشه که به دل آدم نمیشه، ولی خب در مجموع قصدی بر خفه کردن آزادی بیان در این پروگرام قطعا نبوده. ولی ما شخصا یعنی باور ما این هست که ما هر مقداری که از آزادی بیان حمایت بکنیم باز آزادی آسیب میبینه، لذا ما هیچ وقت نباید یک بهانه برای اعتراض به آزادی بیان به وجود بیاریم. ای به این معنا نیست که ما از کوتاهی رسانه ها چشم پوشی بکنم. اگر ما کمر ببندیم فقط به دفاع از آزادی و از رسانه ها، باز هم مزاحمت های موانعی و مشکلاتی که او مشکلات هم امروزین هست، هم دیروزین هست، هم در آینده خواهد بود، اینا میتونه آزادی را آسیب برسانه. ولی خب در مجموع رفتار و تلقی شخصی ما یا او برداشت ما از سپورت کردن آزادی بیان قطعا این برداشت شخصی شماست و یا یک سیاستی که در کل در وزارت فرهنگ وجود داره؟ من به عنوان یک معین در وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکنم و سیاست گذار اصلی من نیستم. من میتونم سیاستی که در وزارت اطلاعات فرهنگ توسط وزیر اطلاعات فرهنگ طرح میشه او را در اجرا کردنش کمک بکنم و قطعا برداشت خود را و تلقی خود را یا به عبارتی حتی راهکارهای خود را برای دفاع از آزادی بیان نهادی نکردن، گسترده کردن آزادی بیان ما شخصا دارم، ولی این موضع شخصی ما هست. ما در مسائل بزرگ و کلی باید در وزارت اطلاعات فرهنگ هماهنگ عمل یعنی بکنم. وزارت فرهنگ جدا از اون حرف شخصی تان که گفتین راهی را روان است، همه انسان ها یک دید شخصی داره. مثلا من یک تلقی و یک تصور
شخصی از آزادی بیان دارم، یک انتظار و یک ایدئال از آزادی بیان دارم. چقدر قابل برداشت است در وزارت خود شما این برداشت شخصی تا؟ میگم خدمت شما، هم از نظر تئوری، از نظر تصوری یا از نظر برداشت فکری من نسبت به آزادی بیان یک موقف شخصی خود را دارم، هم از نظر مکانیزم عمل به آزادی بیان من نظرات شخصی خود را دارم. ولی شما میدانید که در ترکیب وزارتخانه ها سیاستگزار اصلی وزیر اطلاعات فرهنگ است و وزیر اطلاعات فرهنگ هر سیاستی را که طرح میکنه معین باید او را سپورت بکنه، اگرچند ما در بعضی موارد اگر مشکلی وجود داشته کوشش کردیم که با تذکرات با در واقع بحث حالا در همین مورد خاص که نماینده هایی از مجلس سنا و مجلس نمایندگان خواسته شدن، موقف شما چی بوده؟ آیا شما این را به سلام میبینین که وزارت فرهنگ یک چنین کار را بکنه؟ من این را برای شما میتونم به قاطعیت بگویم که این بحث به خاطر تضعیف آزادی بیان نبوده، به خاطر از این بوده که انتقادات برخواسته از دو اتاق پارلمان افغانستان به گوش رسانه ها برسه، ولی اگر تصمیم گیرنده نهایی من می بودم این کارو نمیکرد. بله. حالا یک مسئله دیگه وجود داره که طرح اصلاحی پالیسی نشرات نیست و از طرف شورای علمای افغانستان به شورای عالی رسانه ها فرستاده شده. مبنای این کار در کجاست؟ اگر چنین قانونی، چنین طرح اصلاحی صادر شوه، وضعیت آزادی بیان در افغانستان چگونه خواهد بود؟ طرح اصلاحی برای بهتر شدن آزادی بیان هست و این طرح اصلاحی به ضرر آزادی بیان نیست. حالا در حالی که قانون رسانه ها وجود داره، چه نیازی به یک طرح اصلاحی؟ این طرح اصلاحی نیست. ببینید، همین قانون رسانه هایی که برای در حال حاضر ما رو عمل میکنیم که توشیح شده است، این قانون بر اساس نیازمندی هایی که در این برای ما پیش میآید در قانون پاسخگو نیست. در بعضی موارد ما پیشتر هم عرض کردم که نگرانی ما در ای اصلاحاتی که آورده شده بیشتر به ای باشه که آیا ما میتونیم ای را با ای ظرفیت موجود در افغانستان و با ای وضعیتی که وجود داره عملی بسازیم یا نه. مثلا ما فقط قانون آزادی بیان را در بعضی مواردش تعدیلات نآوردیم، کارهای مهم دیگه ای در عرصه قانون صورت گرفته. مثلا شما نمیتونین قانون آزادی بیان داشته باشین ولی قانون دسترسی، حق دسترسی به معلومات نداشته باشین. از رهگذر نبود قانون حق دسترسی به معلومات بسیار رسانه های ما آسیب دیدن. بله. و بسیار مسئولین یکی از مشکلات جدی خبرنگاران بسیار دقیقاً بسیار مسئولین حکومتی فرار کردن و معلومات را ندادن و فکر کردن که معلومات ملکیت شخصیشان است، دلشان خواست به رسانه ها میته، دلشان خواست نمیتن. اونا فکر نکنن که رسانه است، رسانه نیست، بس مردم افغانستان است. مردم افغانستان مالک این نظام است، مالک چوکیا و پستای ماست و مالک اونمو معلوماتی است که در اختیار ما به عنوان متصدیان امور هست. و اگر معلوماتی که لازم نباشه به رسانه داده شود، اونا هم در متن قانون ذکر شده و اونا نباید داده شود. لذا یک قانونی به نام حق دسترسی به معلومات لازم است. ما او را هم مسوده‌اش آماده کردیم، او میره برای اجرا شدن. شما ببینید، نه تنها که رسانه ها از این راهگذر بسیار ضرر دیدن، نه تنها که مسئولین امور و کسایی که حتی متحد هستند که معلومات را در اختیار بتن در یک سردرگمی به سر میبرن. مثلا بحث مبارزه با فساد ارتشا که یک ریاست بسیار جنجال برانگیز هم هست که اصلا حیثیت و آبروی افغانستان منوط به ای است که ریاست چقدر کار کرده میتونه و چقدر موفق میشه. اگر او ریاست همچه قانونی را نداشته باشه، هرگز نمیتونن کار خود را پیش ببرن. چرا تا در ظرف 10 سال گذشته چون این قانونی توشیح نشد؟ از جناب رئیس جمهور تصویب نشد و اختیار مردم قرار نگرفت. من از امو خاطر گفتم که متاسفانه تانوز نشده و این تعلل های وجود داشته. ولی تعلل از جانب کی؟ وزارت فرهنگ اینجا سهلنگاری کرده یا جای دیگه است؟ از طرف وزارت ما هم کوتاهی صورت گرفته. این قانون باید بسیار وقت پیش با وجود می آمد، توشیح می شد. ولی چه زمان توشیح خواهد شد؟ ما 10 سال را گذشتاندیم بدون این قانون. این قانون برای فعلا نهایی شده، مسودهش آماده شده، باید با وزارت عدلیه برن. اما پروسیجری که وزارت عدلیه داره سر از قانون باید تطبیق بکنه، برن برای عملی شدنش. بیایم روی پرونده های قتل خبرنگارانی که تا هنوز در راه مقدس خبرنگاری جانهایشان را از دست دادن. چه شد پرونده های قتل صمد روحانی، سلطان منادی، اجمل نقشبندی، زکیه زکی و سایرین کسانی که در این راه رفتن؟ من متاسف هستم ای که اول چرا خبرنگار در افغانستان کشته شود.
دوم بعد از اینکه کشته میشه باید تحقیق صورت بگیره. اگر تحقیق صورت میگیره نباید کوتاهی صورت بگیره و نباید تعلل صورت بگیره. متاسفانه شما میدانین که خبرنگاران و وزارت اطلاعات فرهنگ یک بخشی از جامعه افغانستان هست. به همین مکانیزمی که حقوق دیگه اتباع افغانستان مطالبه میشه، به همون مکانیزم حق یک خبرنگار کشته شده یا توهین شده یا تعدی شده مطالبه میشه. این بیشتر مربوط به مشکلات عمومی است که در بخش سارانوالی و محاکم موجود داره. ولی خب وزارت اطلاعات فرهنگ به عنوان مدافع حقوق رسانه ها همیشه از این رهگذر ناراحتی خود را ابراز کرده و خواست ما از محاکم قضایی، از سارانوالی، مخصوصا از محاکم قضایی چون دوسیه ها رسیده باید به محکمه رسیده باشه، این بوده که باید در این مورد وضاحت صورت بگیره که متاسفانه در بعضی موارد البته اینا حالا اینجا کوتاهی از کدام مرجع بودن؟ ببینین این دوسیه ها هر کدامش یک ماجرای جداگانه. وزارت فرهنگ در هر دوسیه چه کار کرده؟ مثلا در اجمل نقشبندی دوسیهش به کجا رسید؟ وزارت اطلاعات فرهنگ کاری را که وزارت کرده شده. وزارت اطلاعات فرهنگ سارانوال خاص نداره، محکمه خاص هم نداره، بنده خانه هم نداره و نیروی امنیتی هم نداره. ما اگر میگیم که باید خبرنگارای ما در مسئولیت باشه، این باید از ارگانهای امنیتی بخوایم. اگر میگیم دوسیه ها باید سریع رسیدگی شه، از نهادهای قضایی باید بخوایم. ما چیزی خاصی نداریم. شما میدانین قوه قضاییه استقلال خود را داره، ما فقط میتونیم ازشان بخوایم. ولی دخالت در حالی که قانون دسترسی به اطلاعات هم وجود نداره و مسئولین هم حاضر نیستن با رسانه ها صحبت بکنن، این مسئله خواهد ماند البته سالهای سال. اگر قانون دسترسی به معلومات هم پاس شود، احتمال داره که باز بعضی از مسئولین مصاحبه با رسانه ها نکنن. متاسفانه برای اینکه در افغانستان قانون گریزی یک امر بسیار بدیهی است، یعنی چیزی جدی نیست. ولی خب در مجموع هدف ما این است که باید دفاع شود از آزادی از رسانه ها. و شما میدانین که هنوز ما به عنوان مسئول رسانه های افغانستان باور ما این است که وضعیت آزادی در کابل، در ولایاتی که دچار وضعیت بد امنیتی هستند، مخصوصا در ولسوالی های ما بسیار وضعیت خرابی است. ما وقتی میگیم دفاع از آزادی، دفاع از خبرنگار، دفاع از خبرنگاری که در دورترین ولسوالی ما با سختترین شرایط گزارش تهیه میکنه و با هزار تهدید از طرف مسئولین امنیتی، از طرف حالا وزارت فرهنگ رسالتش را در این بخش انجام داده؟ شما قانی هستین؟ ما ببینین وظیفه خود را تا حدی که امکان داشته و ما در جریان بودیم انجام دادیم. در بعضی موارد ما را در جریان نمیمانند. مثلا در مورد امی دوسیه هایی که منجر به قتل خبرنگاران شد، در خیلی از موارد اینا وزارت اطلاعات فرهنگ را در جریان نماندند. باید هر خبرنگار داخلی و خارجی که در ولایات سفر میکنه اینا وزارت را یا ریاست های ما را اطلاع بتن که ما همچی کاری را میخواییم بکنیم و اونا به مراکز امنیتی یا به نیروهای امنیتی بسپارن تا امنیتشان تامین شود. سپاسگزار. آقای مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفتند در موارد دفاع از خبرنگاران عزیز ما را در فشارها، تنگناها و مشکلات خاص قرار داده. فشارها از جانب کی و این تنگناها چی است؟ فشارهایی که وجود داره در عرصه مطبوعات افغانستان ملموس است. ای که او را باید شما از خود وزیر صاحب بپرسین. ولی ما باور ما آیا شما حس کردین از چنین فشارهایی در وزارت هست؟ در وزارت نیست، ولی در آقای رهین که وقتی میگن فشارها و تنگناها از کجا دارن صحبت میکنن؟ ببینین بعضی اوقات مثلا پارلمان بسیار نسبت به وضعیت آزادی بیان جدی میگیرن. مثلا چند وقت پیش هم وزیر صاحب خواسته بود، هم مرا خواسته بود، کمیسیون امور دینی فرهنگی عروسی جرگه، و اینا مطالباتشان مطالباتی در واقع نگرانی های شخصیشان هست و این نگرانی هایشان در بعضی موارد بجا و در خیلی از موارد بیجاست. برای اینکه که ببینید بحث آزادی بیان، عمل کردن به این قانون یک بحث بسیار دقیق و ظریف است. لذا بسیار کسایی که حتی از خواص است و اینا در این وادی وقتی که نظر میتن میبینیم نظری که مساعد با قانون باشه. حالا تنها این مجلس افغانستان است که مانی میتراشه و یا نهادهای دیگه هم است در درون ادامه میدادم افغانستان. من ادامه میدادم. ببینید آزادی بیان چون وقت برنامه هنوز آزادی بیان تثبیت نشده، مخالفین خود را داره، انسانهایی که ناخواستم در درون نظام احتمال داره در درون نظام کسی باشه که آزادی بیان را اصلا نمیفهمه معنای چیست، یا اگر آزادی بیان را میفهمه او را در حدی که مخالف منافع شخصیش نباشه میپذیره.
ولی آزادی بیان نیاز به یک فهم، فرهنگ و یک بستر داره که ما برازی باید تلاش بکنیم. حکومت افغانستان باید این چرخه دفاع را متوقف نکنه و همه این نظام های بعدی هم که میایه باید حکومت های بعدی هم باید از این روند حمایت کنه تا آزادی بیان تثبیت شود. سپاسگزار آقای راشدی از اشتراک شما در این بحث و سپاس از شما هم که تا این دم با ما بودید. از جانب من یما سیاوش به اتفاق سایر همکاران شب خوش و خدا نگهدار.